سلام وقتتون به خیر شب گذشته یکی از بهترین شبها رو ایرانی ها گذروندن اصلا یه اتفاق بی نزیر. یه اتفاق خیلی بی که حال همه رو خوب کرد اتفاق در حوزه ورزش که تقریبا من فضای شبکه اجتماعی رو نگاه میکردم همه خوشحال بودن یعنی از اتفاقاتی بود که یه بار همه جامعه ایران دوباره خوشحال کرد به طور خلاصه ولی دوستان که ممکنه ندانند ولی خب فکر همه در برای دوستانی که ممکنه ندانند میگم که دو تا مسابقه کشتی خیلی مهم برگزار شد دو تا ورزشکار رو در فینال موفق شدن طلا کسب کنن حالا اونی که خیلی مرتوجه قرار گرفت و اون ورزشکاری که خیلی از بابت بردش همه خوشحال شدن حسن یزدانی بود علاش این بود که جلوی حریف آمریکایی قرار گرفت که این حریفه فکر میکنم بالای 60 بار حالا دقیق بخوام بگم حدودن. حدودا 60 بار مسابقه داده بود و توی این 60 بار چیزی اون شکست براش رخ نداده بود در طول سالهای قبل و سه بار از این 60 بار رو اومده جلو در مسابقه رسیده و حریف ایرانی و پیروز میدان شده این فضای بسیار سنگین فضای بسیار ذهنی سنگین خیلی مفتی خب این تقریبا دیگه یعنی شکست ناپذیره دیگه یه نفری که 60 بار شکست نخورده میشه گفت که شکست ناپذیره و از این طرف خب ایرانی سه بار اومده جلو این قرار گرفته مثلا همین چند هفته پیش بود در المپیک تلاش کرد زحمت کشید رفت فینال خورد به همین حریفه باخت و ذهن خیلی ها درگیر بود که این اتفاق چیه امشب این میبره بازی رو امشب دوباره قسمت اون نیست که ما پیروز میدانه باشیم چی قرار اتفاق بیفته و انصافا من خودم دیروز که مشخص شد دوباره فینال این دو تا قرار بیان یعنی دو طرف پیروز شدن اومدن جلو در فینال رسیم به هم دیروز که این خبر منتشر شد من موندم گفتم که یعنی خدایا قرار فردی ویدیو بسازیم درباره برد حسن یزدانی یا یعنی اینکه میخوایم بگیم که فدای سر دیگه اتفاق بوده و حالا تلاش میکنیم ان برای دفعه بعدی و خب اتفاق خوبه رخ داد خیلی خوشحال کننده است از این جهت که طرف خیلی اعتماد به نفس یعنی تیلور آمریکایی وقتی مطالبش رو نگاه میکنید از همون شب قبلش کوریخانی و رجسخانی رو شروع کرده بود این پست اینستاگرامی که خیلی توجه کاربرهای فارس زبان قرار گرفت که در این پست اومده به این اشاره کرده که من هشت هفته پیش فینال المپیک با همین بازیکن یک مسابقه داشتم و دیروز روز خوبی داشتم فردا هم یک روز خوب خواهم داشت و تلاش میکنم که به اصطلاح خودم رو برای گرفتن مدال طلایه آماده بکنم خدا رو شکر اون اتفاق خوبه رخ داد حسن یزدانی پیروز میدان بود و بالاخره یک نفر این ورزشکار رو بعد از چیزی در حدود بازی و بالای دو سه سال شکست نخوردن شکست داد و اون یه نفری که این کارو کرد هم یک ورزشکار ایرانی بود یکی دو تا ویدیو با هم ببینیم من به ترتیب ویدیو رو پخش میکنم بعد میخوام در روی امیرسین زاره یکی دو تا ویدیو بذارم بریم واکنش کاربرهای شبکه شمر بخونیم و یه چیزی خیلی دیروز برای من جالب بود که مرتجع کاربرها هم قرار گرفته بود اونم این که حسن یزدانی از لحظه که خبرنگار یعنی از لحظه که مشخص میشه یزدانی سه و باید بره با اون آمریکایی حریف بشه تا لحظه که بازی رو میبره هر مصاحبه ای که از حسن یزدانی گرفته میشه شما یه جمله ازش میشنید و اونم اینه که امیدوارم شرمنده مردم نشم یه بار مثلا مردم ناراحت شدن حالا سری قبلی که میگه یه بار مردم ناراحت این بنده خدا مدال المپیک آورده برای ایران میگه که تلاش میکنم مردم ناراحت نشن ایشاله که دل مردم نشکنه ایشاله که شر... شرمنده مردم شه این فروتنی خیلی قشنگه و یه چیزی هم من بهتون بگم ما در بین بازیکن هایمون و ورزشکار هایمون که درگیر ورزش فردی هستن این فروتنیه رو بیشتر میبینیم تا اونهایی که درگیر ورزش های گروهی به خصوص فوتبال و امیدوارم که این فروتنیه چیزی باشه که هم در ورزشکارهامون و هم در جامعهمون خیلی بیشتر بتونیم این رو ببینیم دو نفر خیلی دمشون گرم یکی مربی حسن یزدانی و این تیمی که رفته وسط اون میدانه دوم تماشاگرامون که اصلا خیلی دروشون صحبت نکردن این دفعه و اصلا سالن انگار سالن ایرانی‌ها بود چون نگاه می‌کردیم که همین یک سره دارن تشویق میکنن و اینکه اعتماد و نفس خیلی خوبی رو ورزشکارای ما تو حدود بسیار از, از تماشاگرها گرفتن بچه های ایرانی با غیرتی که بلند شده رفتن توی اون سالونه و با حمایت هایی که انجام دادن اصلا یک شاهکار بی‌نظیر رو رقم زدن یکی دو تا ویدیو دیگه میخوایم ببینیم این فروتنیه که گفتیم حسنی از یه فروتنی خاصی داره مختص خودش نیست مختص به خانواده‌ش هم هست خانواده‌ش هم اینطوریه دیروز ویدیو از مصاحبه‌ای از

دمشون گرم پرچمشون بالاست اون حس خوبی که جامعه ایران نیاز داشت رو انصافا دیروز به بی‌نظیرترین شکل ممکن به جامعه ایران منتشر کر منتقل کردن و در کنار اینها امیر حسین زاره هم یک حرکت بی‌نظیر زد او هم طلا گرفت و اینم من بدون تعارف میگم حالا شاید قشنگ نباشه از نظر بعضیا ولی من به شخصه انتظار نداشتم چون امیرحسین حسین زاره هم سنش پایین‌تره و همین که او هم بازی قبلش رو باخته بود به همین کسی که در فینال بهش خورد و خب خیلی خودم به شخص دیروز بازی حسن یزدانی رو که دیدم یه بنده خودم گفتش که این دومیه چی میشه میبره میبازه گفتم که خب دمش که اومد فینال حالا نقرم بگیره اوکیه و ما به همه حدش رو واقعا من, من به شخص انتظار نداشتم که تو فینال اون اتفاق خوبه بیفته کاربرهای شبکه شما هم نگاه میکردم دیدم که خیلی واقعا فکر نمی‌کردن که این یک حرکت بی‌نظیر رو انجام بده چون هم سنش پایین‌تره هم نسبت به رقبا که داشت تجربهش کم ولی اون اون اتفاق خوبه افتاد و یک یک صحنه رقم خورد وقتی مدالری یک صحنه رقم خورد که خیلی قشنگه و کاربرها خیلی در صحبت کردن در روش ویدیوهاشو رو پخش کردن اون صحنه رو ما هم دیگه ببینیم صحنه هست که به طور رسمی بازی تمام میشه و امروزین زاره به عنوان قهرمان و گیرندگی مدال طلا شناخته میشه ببینیم ویدیو رو خیلی کارورهای اجتماعی روی این صحنه منف دادن لحظه که امیر حسین زاره حرکت اختصاصی خاص خودش رو روی دوشک و در مقابل دوربین ها همونطور که نشون میدید نشون میده صحنه ای که اینطور ازش برداشت میشه که او به اصطلاح خودمان تاج پادشاهی سنگین وزن رو روی سرش داره قرار میده و اتفاقی که بعد از 32 سال رخ داده یعنی ما 32 سال در سنگین وزن مدالی نداشتیم و این اتفاق خوبه رو خدا رو هزار باشه که اینا تونستن رقم بزنن و دیروز حال مردم حساب خوب شد یه ویدیو هم از لحظه که مدال رو میکنه و از سالن داره خارج میشه یعنی لحظه که پیروز میدان بوده خیلی متوجه کاربرها اگه این ویدیو رو ما هم دیگه ببینیم اون یا علی روی پیراهن حسن یزدانی و این یا امام رضا نوکری امیرسین زارم خیلی متوجه کاراری شبکه اجتماعی قرار گرفت منو یاد یه خاطره انداخت که علیزه دبیر تعریف کرده بود البته اخیرا توی برنامه محله تعریف کرده بود و این برنامه فوق العاده است پیشان هم حتما ببینید من چندین قسمتشو نشستم با دقت دیدم و خیلی لذت بردم یه جا علیرضا دبیر تعریف می‌کنه میگه یه مسابقه اون مسابقه خیلی مهم بود. ما بلند شدیم رفتیم و من دیگه میخواستم لحظات آخر برم که روی دوشک با حریفم مسابقه بدم دیدم. دیدم که اون یه کتابی در آورده فکر میکنم گفت انجیل کتاب مذهبی خوش داره میخونه و میگه من یه لحظه نگران شدم که خب اون داره مثلا متس... متوسل میشه و با داشته های اعتقادی خودش میخواد بیاد روی زمین روی دوشک و میگه من رفتم بین تماشاگرا گفتم که قرآن کسی داره میگه یه نفر یه قرآن کسی نداره ولی یه نفر گفت من یه نادعلی علی با خودم آوردم میگفتم اون ناده علی تو بده من همونجا شروع کردم به خوندن و میگفت بعدش رفتم روی دو و اون اتفاق بی‌نظیر رخ داد حالا من نمیدونم کدوم مسابقهش رو اشاره می‌کرد چون تقریبا همه مسابقاتی که از اینا یادمونه اینا همه رو می‌بردن یعنی ما هر مسابقه ای رو بچه بودیم نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که مثلا فلانی برد فلانی برد و همه‌شون اتفاق خوبه رو ما می‌دیدیم ولی به, به هر جهت یکی از سرنوشت سازترین مسابقاتش رو میگفت که اونجا به واسطه این اعتقاد تونسته بازی رو ببره من این حرکت حسن یزدانی و امیر حسین زاره رو که دیدم یاد اون داستان افتادم بریم چند تا توییت بخونیم بریم چند تا توییت بخونیم ببینیم که واکنش کاربرهای شبکه اجتماعی چی بوده یکی از کاربرها یه چیز می نوشته که معدبانش میشه این که اگر حسن روحانی و جواد ظریف الان روی کار بودن میگفتن ما این پیروزی حسن یزدانی رو هم از برجام دادیم سمره برجامه و واقعا حیرت آوره چیزی که تقریبا همه چیز را بهش ربط میدادن یک کاربر دیگه ای نوشته است که دیگه لقب پلنگ جویبار برای حسن یزدانی جواب نمیده الان خود پلنگ ها هم به قدرتمنداشون میگن حسن یزدانی توییت جالب بود که خیلی منتوجه کاربرها قرار گرفته و یه کاربر دیگه نمیشه که مگر میشود ایرانی وعده انتقام سخت بدهد به آن عمل نکند خدا قوت پهلوان حسن یزدانی و اشاره داره میکنه به این که حسن یزدانی بعد از اون بازی که همین چند هفته پیش برگزار شد بین خودش و همین حریفه و اون بازی رو واگذار کرد گفته بود که من تلاش میکنم که به یاری خدا توی بازی بعدی پیروز میدان باشم و واقعا هم تلاش کرد واقعا هم توی این بازی زمانی تلاش کرد سندش فیلم هایی که از ورزش کردنش منتشر می شود. یعنی این اتفاق خوبه علکی نمیفته در حوزه مختلف اون تلاشه لازمه تلاشه و پشتکاره و همت لازمه فیلم منتشر شده بود که نشون می داد که واقعا سخت سنگین می کرد سنگین می کرد تمرین می کرد این روزها حسنی یزدانی ویدیو رو با هم ببینیم که تمرین های حسن یزدانی رو نشون میداد و بعد بیایم ادامه توییتر رو هم دیگه بخونیم دمش گرم دم مربیش گرم دم اون کسی که اطرافیانش بودن اونایی که بهش انرژی مثبت دادن اونایی که کمک کردن تمرکز داشته باشه چون من بعضی دیدم طرف میره تو یک مسابقه جهانی یا توی یک عرصه خیلی مهم یک کار موثر در انجام میده و اینکه اگر اگر دور و نتونن کاری بکنن که او تمرکز داشته باشه همه چیز میریزه به هم طرف این که او من دارم اینو کارو مهم انجام میدم چرا این تمرکز رو کمک نمیکنه داشته باشن خیلی خوبه که این, این تمرکز داشته و یک عده کمک کردن که اتفاق خوبه بیفته بازم دمشگر اومد بگیم این عکس هم خیلی مرتوجه قرار گرفت لحظه که حسن یزدانی بعد از پیروزی با خوشحالی تمام داره فریاد میزنه و کاربرها با انتشار این عکس نوشتهان رگ غیرت ایرانی همین جمله کوتاه فکر میکنم که وزن این حرکت و زیبایی این حرکت رو برای ما نشون بده و یک کاربر دیگه ای نوشته که آها اه این کنایه هست که کاربرها زدن به بحث صادق زیبا کلام چون صادق زیبا کلام یه ویدیوی خیلی معروفی ازش منتشر شد در اون ویدیو میگفتش که من خوشحال میشم و کیف کنم از اینکه ایران میبازه که خب مردک تو یک ایرانی هستی اصلا دقیقا از چی خوشحال میشی و کیف میکنی یعنی ما شکست میخوریم تو خوشحال میشی عجب آدم <صحیح> <صحیح> چی باید بگم خیلی متوجه کار ها قرار گرفته بود اون ویدیو خیلی متوجه قرار گرفته بود و الان هر اتفاقی که میفته و هر پیروزی که رخ میده هم میگن که احتمالا الان زیو حالش بده باید با آرامش بهش اطلاعات که وقت پس نیفته یه ای وقت این آدم پس نیفته و کاربرها خیلی کنایه زده به زیبا کلام بهش پرداخته بودن و یه چیزی هم که دیدم کاربرهای شبکه باز به اینا پرداختن و به نظر مهمه این بود که بعضی از کاربرها گفته بودن که آقا این رفقای برانداز ما که میگن مرگ دو عالم بر جمهوری اسلامی آیا حسنی از هم جمهوری اسلامیه یه تبریک نمیخواستید بگید نباید یه تبریک گفته بشه اون کسانی که خب براندازی اوکی از کشورت هم بدت میاد از پیروزی ایران چرا بعضی دارن ناراحت میشن یعنی چرا ما هر پیروزی که از کشور رو میبینیم یه سری بر آزار میبینن من خوشحالم از این پیروزی ها از این اتفاقا خوشحالم پوششش میدم به خاطر اینکه بچه‌ها دارن کمک میکنن که در شرایطی که همه خود تغییری رو میخوان رواج بدن میگن آقا یه جور دیگه هست فضای ایران یه شکل دیگه‌ایه ما میتوانیم رو داره معنا میکنه در بین این همه ورزشکار توی دنیا یه ورزشکاری 60 بار رو نباخته میاد میخوره به یه ایرانی شکست میخوره اون تو اتفاقات قشنگه ما البته با قهرمان شدن ورزشکارهامون خیلی خوشحال نمیشیم کما اینکه این خوشحال کننده است و اون چیزی که ما رو خوشحال تر میکنه این هست که پهلوانهای ما روی دوشک دارن قهرمان میشن یک پهلوانی که در زلزله کرماشا خودش نشون داده در بحران ها خودش نشون داده مخلص مردم ایران بوده و حالا رفته پرچم برده بالا این حس خوب است ولی چرا به خوشحال نمیشن چرا غربی های ما یه سریشون خوشحال نمیشن چرا یه سری از این آقایون این عزیزان بابا اینجا وطن شما هم هست چرا در خوشحالی مردم چرا نمیخواید شریک باشید حتما باید یک بیشرفی و یک بیوطنی و یک خیانتی به مردم انجام بشه که ما خوشحالی شما سرمستی شما در که شما ببینیم خب و این هم حقیقت جامعه ماست متاسفانه بخشی از حقیقت امروز جامعه ماست که ظاهرا باید باش کنار بیایم ظاهرا باید باش کنار بیایم خیلی خوشحال شدم از اینکه ایرانی ها اون حس خوبر داشتن یه دمتون گرم دوباره میگم به بچه که توی سالن گل کاشتن حسابی حال این بچه رو خوب کردن بهشون انرژی مثبت دادن دم هر ایرانی که هر کجای دنیا نشسته و میفهمه که الان باید یه حرکت خوب بزنه برای کمک به گرم دم همه اون بچه‌ای که مسابقات این شکلی پیش میاد میرن خودشون میرسن اون سالونی که پرچم ایران بره بالا اینا انرژی بدن پرچم بره بالا دمشون گرم و اینکه دم همه شماها که از دیروز تا الان خوشحال هستید هم گرم اگر نکته برای ما بفرستین وقتتون بخیر